تماما تو کتاب منه، تماما با جزئیات، حتی نقشه‌ای که میگه دقیق تو کتاب من هست، عیناً همونطوری، چه آموزشگاه، چه بنده یک، چه حتی اتاقا، چه حتی شماره اتاقا، تمام اومد اینا بعدم فکر می‌کنه برای اولین باره. منم شب دیگه برای اولین بار دارم. ببین تماماً تو کتاب منه، انگار از اون کتاب من می‌خونی و بعد غیر از اون حتی اسامی که آورده، چه حسین زاده که اشتباه گفت فوت کرده که نکردن، حسین زاده، حداد، شیخ پور رئیسش، تماماً راجع به اینا من همه رو نوشتم با عکسشون. حالا اسخای خونم رو می‌کنه، من با عکساشون منتشر کردم. حالا یه چیزی هست، ببین الان دو تا تنفس دیگه، تنفس دومه. چندین بار اسم سازمان مجاهدین رو بود، ولی حالا اسم تو رو نیورده. فکر کنم چرا نمیاره؟ خب در هر صورت ببین من نه با شناختی که داری می‌کنی برای چی اسم نمیاره؟ نمی‌دونم فلو حدا اسمش رو سیستم چه چه شما شده. بله من که دائم همش با من چش به چش. اصلا حالا من همیشه روبروش می‌شینم. 500 نفر روبروش می‌شینم. این بار کنارش هستن چون روبروی خبرنگارا نشستن و کسایی که دیدن، ولی منتها چون خودش میدونه و میدونه اون چیزی که من گفتم تماما واقعیه، اون چیزی که نوشتم تماما واقعیه. الان راجع به نقشه آموزشگاه صحبت می‌کرد، حتی سالن یک آموزشگاه صحبت کرد، حتی من شماره اتاق‌ها رو گذاشتم و شماره اتاق‌ها دقیقاً همون چیزیه که میگه. حالا این شخصیتی که اینجا خودش داره نشون میده، شخصیتی که در اینجا خودش نشون میده به نظر تو همون شخصیتی هستش که تو زندان بود؟ دقیقاً راست میگه، اتفاقاً راست میگه. من تو راهروی مرگ من بودم نوشتم که اول از اون که تو راهروی مرگ من تاکید کردم که این خوشحال بود، من تاکید کردم این شیرینی پخش میکرد، من تاکید کردم این میآورد به ما. و این حالتی که شاید بعضی بگن که خیلی زنده خوش تعریف میکنه، چون یه همچین حسی آدم میگیره، این حسو داشت یعنی فقط داره الان توی دادگاه بود از خودش فقط دفاع کنه. خب آره، این که به قول خودش همیشه شاده، شما دارید نگاه میکنید با وقتی که داشت تو اون فیلم شما میبینید داره میرقصه، اون رقصش با آهنگ مرجان که یه موقع زندانی همون اولین بوده داره با اون میرقصه. بعد از چیه؟ بعد از اینه که چند تا عکس دختر سوئدی رو دیده بود و فکر میکرد میاد اینجا میخواد با اینا بره کشتی، میخواد بره اسپانیا، به خاطر اینو داشت میرقصید. داستان رو که من که میدونم همه چیش، اون رقص او غیری که تو ماشین میداد دقیقاً به این دلیل. مرخصی که میگفت کسی مرخصی گرفت، من رفتم کتابم رو نوشتم. بله و اتفاقاً برای اینکه دروغم میگه، برای اینکه چند تا بچه‌ها رو تو فرار تو تاریک همینا داشتن دستگیر کردن و اعدام کردن. اتفاقا یکیش سیامک توباییه، تو همون طرحی بود که ما با هم بودیم و این میدونه و امروز ناراحته میگه دستم بشکنه، چون من و سیامک توبایی با هم بودیم، چون من و جواد تقوی با هم بودیم. جواد تقوی رو با حقوق‌بازی همین ناصریان دستگیر کردن، همینا کشتنش، به خانواده‌اش اطلاع ندادن. سیامک توبایی رو همین ناصریان با هم دیگه حقوق‌بازی کردن، دستگیر کردن و کشتن و حالا ناراحت از این که من زنده موندم و صدای اونها. خب ولی خب اون که اصلا حق مرخصی نداره، اون که دادیار گفت من نیستم، من حق مرخصی اون ندارم. چرا؟ اتفاقا مرخصی بده. نه اتفاقا همه در دست این بوده. ببینید هر اون چی که اسم آورده تو کتاب من دقیقا هست، جزئیات اینا رو دقیقا تو کتاب هم آوردم. شیخ پور نوشت، من عکسش هم منتشر کردم، سیروس شیخ پور، حسین زاده موحد، من خودش با عکسش و پسرش سعید حسین زاده که چه بلاهای خامنه‌ای سرش آورد من نوشتم راجبش. و همچنین راجب قاضی حداد که میگه اسمشو میگم، زاره دهنوی، من نوشتم راجبش، من توضیح دادم و اینکه بعدها چه کرد و چه سوء استفاده هایی کرد، چه سوء استفاده های مالی کرد. من گفتم، من در نزد دادستان گفتم که این چه وضعیت مالی داشته و این با سرویس امنیتی بوده و این با پور محمدی، بعد از همینی که میگه استعفا کردم با پور محمدی کار میکرده. ایشون حتی روزی که فلاحیان پسرش فوت کرده بود، این با پور محمدی با هم میرن تو خونه فلاحیان و من تا اینجا هویتشو که گفته بله. هویتشو پس در واقع تایید کرده بله. هویتش چیه؟ بله. از جاهای زندان و اینکه دادیاری کار کرده، اینکه تو حسابداری کار کرده، بله. همه اینا رو تا الان بله. در واقع فقط اون بخشی که این منتقل شده بود به گوهردشت. اولا من اینو بگم، زندان گوهردشت و کسانی که در ارتباط با زندان گوهردشت کار میکنن تماما در اوین استخدام شدن، مگر اینکه وابسته به دادستانی کرج باشن که اون موضوع جداگانه ایه، وگرنه اونایی که در ارتباط با زندانیای اوین بودن که شامل ما میشد، اینا تماما در اوین استخدام شدن. و اتفاقا یک شاهد ما خواهد اومد، رحمان علی کرمی، رحمت معروف رحمان علی کرمی، در روزهای بعد و او توضیح خواهد داد که در سال 62 این پاسدار بندشون بود. و اتفاقا چون در زمانی که پاسدار بود، همونجور که خودش میگه من آدم باهوشی بودم و به خاطر خدماتی که به دادستانی یعنی به جنایتکارا یعنی به
لاجوردی و امثال هم خدماتی که به اونها ارائه میداد به این دلیل ارتقای مقام پیدا کرد و منتقل شد به دادستانی. تمام پاسدارایی که تو بندها بودن و خوی جنایتکارانه ای داشتن یا از خودشون یک استعدادی نشون میدادن اینا رو میبردنشون در دادستانی انقلاب و اونجا مسئول میشدن. و این که حالا مطرح میکنه دادستانی مقام قضایی و و و و من تو کتابم تو توضیح دادم شما مجید قدوسی رو میتونید ببینید. مجید قدوسی آدم بی سواد یه لات بی سر و پایی بود که محافظ خلخالی بود از سال 57 آخر 57 محافظ خلخالی بود و بعد از مسئولین اوین شد و بعد دادیار اوین بود و بعد هم مسئولیتای تو ورزش پیدا کرد، تو فوتبال پیدا کرد، کمیته فوتبال پیدا کرد، ریاست استادیوم آزادی رو داشت و الان در کمیته فوتبال فعاله و اتفاقا در کشتار 67 هم مسئول دار زدن بچه‌ها. حالا شما فکر می‌کنید چه سیاست رو تا اینجا پی گرفته؟ تا اینجا که الان چیزایی که داشت وعده میداد برای اولین بار من افشا می‌کنم میگم چیزای مهمی هر اون چه که مطرح کرده در کتاب من اومده. شما این ادعای این ادعای مرخصی به 500 تا زندانی چی درست؟ ما زندانی عادی رو هم هر داره میگه راست میگه. ولی در صورت اینم بگم اتفاقا این که میگه من اسامی رو من تعیین میکردم اسامی ادامی هم تعیین میکرده راست میگه ولی اون بخشو نمیگه. ببینید این الان نقشه های منه. این آموزشگاهی که میگه دو تا سالونه میبینید 6 تا دو تا سه طبقه اینو ملاحظه میکنید اینو نگاه میکنید سالن 5 سالن یک آموزشگاه نگاه کنید این همون 13 تا اتاقیه که میگه عیناً کشیدم دقیقاً حتی شماره هاشو نگاه کنید این سالن در طبقه اول قرار دارد بسته به موقعیت بین 20 تا 35 زندانی در هر اتاق نگهداری میشدند. اتاق‌ها از سمت راست از شماره 23 شروع میشود و به 29 ختم میشود. اتاق‌ها از ته سالن از سمت چپ از شماره 30 شروع میشود به 37 ختم میشود. روی هر در اتاق یک چشمی وجود دارد. اتاق 35 36 توالت و حمام است. همون چیزی که امروز مطرح کرد عیناً و دقیقاً و نقشه منه حتی مال من دقیق‌تره. حتی فنکورشی کشیدم حافظه که میگه بعد دروغ باشه دیگه. ببینید ظاهراً حافظش خوب نیست از اینجا برداشته شده. ببینید حالا میتونه خودش ازش باشه ولی مال من دقیقه. من بارها گفتم حتی تو اینجا هم گفتم حتی تلاش شده در سر نقشه گوهردش در یک اقدام سر همینجا نقشه گوهردش رو من دقیقاً کشیدم. مطمئنم رو گوهردشتی که کشیدم متأسفانه یه ساختمونی که من کشیدم و حذف کردم و اینجا روش و مدل درست شده و این شما و این دقت منو میتونید تو این نگاه کنید و امروز این تعیین میکرد و این دوتا سالونی که عرض کردم این آموزشگاهه. نگاه کنید این دوتا آموزشگاه این دو سالونی که گفت دوتا سه طبقه سه تا حیات گفت یک دو سه ملاحظه میکنید یک دو سه دقیقا اون چیزیه که کشیدم و این آسایشگاه اوینه که بعدها لاجوردی اینو ساخت 400 تا سلول انفرادیه و در 4 طبقه قرار داره و نگاه کنید این اون استخر در مقابل اوین هستش در مقابل آموزشگاه اوین هست دقیقاً اون چرا که بوده و این حسینیه اوین هست و در زیر اون کارگاه اوین قرار داره و هم که ملاحظه میکنید اینها در واقع اون حیاتای پشت مال حسینی است ولی این ستایی که من عرض کردم حیاتایی است که توضیح داده بودم و عیناً امروز ادامه که و تصور میکرد که برای اولین باره. شما اگر به کتاب عدالت‌خانه و ویرانگران من ویرانگرانش جلد 4 که من نوشتم مراجعه کنید راجع به همه این آدما حسین زاده موحد راجع به خود شخص لاجوردی 500 خونده صفحه است راجع به حسین زاده موحد راجع به لاجوردی راجع به همین شیخ پور سیروس شیخ پور من عکسشو منتشر کردم سیروس شیخ پور که این عذرخواهی میکرد حالا داره اسمش رو انگار داره میگه قاضی حسن حداد که در کشتار 67 مسئول دادیاری اوین بود و حسن زاره دهنوی که حالا فکر میکنه داره اولین باره میگه حتی روز مرگش هم من دوباره مقاله نوشتم و توضیح دادم و دقیقاً و حالا این تصور میکرد که اسرار مهمی رو داره افشا میکنه برای اولین بار چیزهای مهمی رو داره میگه که کسی داره نمیدونسته در حالی که با جزئیات و بسیار بسیار بیشتر و دقیق‌تر و جزئی‌تر در کتابای من اومده هم کسی میتونه کتاب عدالت‌خانه و ویرانگران منو ببینه و هم میتونه همین کتاب این فقط جلد 4 کتاب منه جدار قزل حسار هم هست با همین دقت اینا میشه جزئیات یه مسئله جدیدتره جانم ایشون فکر نمی‌کنید تاکتیک دفاعیش طوری طراحی کرده که مثلا خودشو جز نشون بده و از این جز شما نتونید به عامر اصلی برسید عامر اصلی مثلا حسن حداد در نظر بگیریم ما کی میتونیم به اون هیئت اصلی برسیم که مثلا آقای رئیسیه به نظر میاد تاکتیک دفاعیش طوری طراحی کرده که خیلی جزئیه یه کارمند یک از سربازی اومده
سازمان بسیج بوده مثل همه دهه 60 ها. بعد اومده تقاضای کار کرده، گفتم بیا کار کن، اسفند رفته سر کار، داشتم توی کار برو نگهبانی بده، هیچ هم بلد نبود تو حساب. ببین تاکتیک دفاعی رو دارم، درسته اتفاقا خودمون همینو گفتیم، گفتیم از اینجا شروع کرده. عرض کردم شاهد بعدیمون که خواهد اومد رحمت علی کرمی، او راجع به همین موضوع صحبت خواهد کرد، چون او رو از قزلسار بردن برای تجدید محاکمه، تجدید بازجویی به اوین و این پاسدار بندش بود و او توضیح میده اتفاقا تاریخش سال 62 دقیقاً با همون تاریخی که این اعتراف کرده میخونه. و خب بعدش این ارتقا پیدا کرد، از اوین به گوهردشت منتقل شد. اوین به گوهردشت ارتقا نیست، اوین به جای شرقی نه نه ارتقا نه 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 اینطوری نیست، ارتقا تو خود دادیاری پیدا کرد. ملاحظه میکنید چون از نگهبانی، به دادیاری، توی دادیاری هم ارتقا پیدا کرد، یعنی شد معاون ناصریان. ناصریان قبلا رئیس شعبه 3 اوین بود و بازجو و شکنجه‌گر بود به نام محمد ناصریان، همین مقیسه. بله و اتفاقا نام مقیسه رو من برای اولین بار افشا کردم و اونو توضیح دادم که این مقیسه است و نام خود اینه که گفتم حمید نوری عباسی و حمید نوری. و بعد ناصریان چون در اوین در گوهردشت ایشون دادیار بود، این حمید نوری معاونش بود و راست میگه اتفاقا زندانیا رو خوب میشناخت و راست میگه همه رو دقیقا به چهره میشناسه و راست میگه همه این آدمایی که اومدن اینجا شهادت دادن همه رو دونه به دونه میشناسه و خوبم میشناسه. و حمید نوری خودش به خوبی میدونه که من یک کلمه راجع به حمید نوری دروغ ننوشتم. ببینید من یک کلمه راجع به هیچ کدوم از این جانیا دروغ ننوشتم و من 25 سال پیش راجع به حمید نوری نوشتم و برای اولین بار گفتم حمید عباسی جنایتکار و و و راجعش توضیح دادم 25 سال پیش در یک مجموعه مقاله روز شمار کشتار 67 و دوباره در کتابم با جزئیات شرح دادم. اصلا ما فکر نمی‌کردیم حمید نوری دستگیر میشه و اصلا کسی فکر نمی‌کرد حمید نوری قراره بیاد و من اون چیزی که دیده بودم و خودش میدونه جز به جز واقعیت رو مطرح کرده و حتی ایشون در بعد از کشتار 67 مسئول مصاحبه گرفتن در گوهردشت بوده، افراد که واسن آزاد شدن. این با همین که میگه من لودگی میکردم، میگه من خیلی اتفاقا همین لودگی ها رو میکرد، همین مسخره بازی ها رو در می آورد. راست میگه همین شخصیت رو داره. مونده من جواب نگرفتم تاکتیک دفاعیش توی طبعی که شما موفقیت در این پرونده رو موفقیت نهایی به عنوان وکیل حقوق بشری میگم نهایتا تصور من اینه که این به جایی میرسه که حتی خودش محکوم بشه از آمرانش دست شما خالیه. ببینید اگر شما در نهایت ارتقای درجه شو از تهران به کرج، از کارمندی و نگهبانی به دادیاری، ارتقای درجه رو من کاملا از نظر قضایی قبول دارم، هرچند در تهران هم مرخصی میداد، من مفهوم نیست برای من به عنوان وکیل که چطور یه کارمند رو مرخصی بده، ولی در نهایت اگه محکومم بشه همه چی هم که بشه عامرای اصلی کی هستن؟ شما ببینید در اسم، ببین ما در یه پرونده عامرش میرسیم به حداد، نهایتا میرسیم به اینا، نمیرسیم به هیئت اصلی مرد. نه توجه به ارزم دارید شما متوجه هستم ایشون تعیین کننده نیست، اون چرا که در کیفرخواست اومده و اون چرا که دادستان مطرح میکنه و بعداً بر اساس اون قبول دارم ایشون ایشون که شاهد بعدی شما هم برای چیکار بکنه خیلی مهمه. اون راضی اونادی کیفرخواست که اینا رأی نمیده نه نه اتفاقا خب شاهدین قبلی همه توضیح دادن که هیئت کیه، هیئت چی بوده، بر چه اساس بوده، حتی تو خود کیفرخواست اومده و تو همه شهادت ها اومده. شاهد بعدی شاهد بعدی شاهد شاکی نیستن، فقط شاهدن شاهدای بعد عرض میکنم موقعیت حقوقی کسایی که بعد از این میان با کسایی که قبل از این بودن متفاوته. اینا شاکی بودن و شاهد، اونا شاهد خواهند بود و حالا در هر صورت باید ببینیم که دادستان باشون چگونه برخورد میکنه، ولی قطعا همه اونها هم مثل قبلی ها روی اعضای هیئت کشتار 67 و اینکه چه کسانی بودن و یا چه چیزی شده، چون اونا غالبا جز زندانیان چپ که حالا قطعا اونها میان راجع به هیئت مرکز صحبت میکنن، ولی غیر از زندانیان چپ کسانی که تو پرونده از این به بعد هستن در ارتباط با مجاهدین، اونها در واقع کسانی هستند که نزد هیئت برده نشدن. و این داره الان اتفاقات 6-62 رو میگه، همه بله. ما به 67 نرسیم، ولی مسئله کیفرخواست روی قضیه 67 بله. باید ببینیم که روی قضیه باید ببینیم که روی قضیه معدن رسیده معدنش رسیده بله. اتفاقا من قبلا راجع به همین اتفاقا من قبلا راجع به این که ایشون معدن شن ماسه داره همین هم به داستان گفته بودم و همین که این از وضعیت مالی بسیار خوبی برخورداره همین هم گفته بودم و اتفاقا
هم این نشون دهنده اینه که اون چه که من ادعا کرده بودم تماما صحیحه و خود اون هم تایید تو تایید نکرده که توی گوهردشت کار میکرد، یعنی همش گفته شد. حالا بعدا دوباره خواهد داد ستانه.